فرماندهی ارتش از داخل یک کیف دستی، شروع فصل تحصیلی به همراه فناوری و برجی که محدود رو تبدیل میکنه به این. درود، من نیما اکبرپور هستم. در برنامه این هفته قصد داریم نگاهی داشته باشیم به شیوه استفاده از فناوری‌های مصرفی توسط پلیس و نیروهای نظامی. تا چند دقیقه دیگه گزارشی خواهیم دید از فعالیت‌های پلیس آمریکا، اما قبل از اون سری می‌زنیم به ارتش بریتانیا و طرح اولیه‌ای از یک مرکز فرماندهی جدید که مهناز فرهمن دسترسی اختصاصی بهش داشته. An airspace violation has been detected to the east of the International Security Summit. I recommend a quick reaction alert aircraft be scrambled to investigate. من دعوت شدم به دیدن کارشناسان امنیتی در BAE Systems تا چشم‌اندازی از آینده سیستم‌های هدایت و کنترل رو نشونم بدن. از محققین دانشگاه برمینگام خواسته شده تا جدیدترین فناوری‌های موجود در بازار رو گرد هم بیارن برای امور نظامی و امنیتی. البته این سیستم کمی با واقعیت مجازی به شکلی که می‌شناسیم فرق داره و دنیای واقعی رو هم در کنار تصاویر مجازی دارین. خوبیه تصویر این هدست که ترفیقی از واقعیت و در واقع تصویر مجازی اینه که کلا از این دنیا شما رو خارج نمی‌کنه. در واقع این دو تا دوربینی که جلوی این هدست هستش میتونه فضای اطراف رو به شما نشون بده و تصویر مجازی رو به اون اضافه بکنه. البته برای دیدن چیزی که راب الان داره میبینه من نیاز به یکی از این هدست‌ها دارم، وگرنه برای من این فقط یه میز چوبی همونطور که می‌بینید. استراتژیست ها عقیده دارن فرماندهی که این سیستم کنترل دستشه بهتر یه دستیار مجازی هم داشته باشه. اون فرد این آقاست به اسم الکس که توی تصمیم گیری ها کمک میکنه. توی این طرح آزمایشی که در حال اجراست دارن سعی میکنن محل برگزاری یک همایش رو حفاظت کنن. The footage from the unmanned ground surveillance vehicle indicates suspicious activity within the suspect group. بله، خب خودم هم همین فکر رو می‌کردم. Significant internet chatter is being generated at the location of the protest. Video footage has been retrieved from various social media sites and analyzed using big data pattern analysis. And you can also wear this ring as well, which will help you interact with the objects. Oh, okay. این انگشتر قدرت در واقع. خیلی واقعیه. خیلی هم سرعتش خوبه. توی میتونم جزئیات رو ببینم. الان با این انگشتر شهر در کنترل منه. الان میخوام این ماشینه رو جابجا کنم. نه عزیزم این وری برو. آقای ماشین شما باید بری اینجا. فکر کنم این سیستم رو بدن دست من احتمالاً جنگ جهانی سوم راه بیفته. البته انگار به این الکی‌ها هم نیست. کمی احمقانه خواهد بود اگر هر فرمانی که به این شکل فرستاده میشه بیچون و چرا اجرا شه، چون قطعا ممکنه تو حرکات دست روی صفحه اشتباه پیش بیاد. رباتم رفته این زیر قایم شده. بنابراین نیروهای اطلاعاتی که در مأموریت هستند این اختیار رو دارن که قبل اجرا به فرمانده اعلام کنن که این دستور کمی عجیبه و مفهوم نیست. چه احساس قدرتی دارم. الان من به ماشینا فرمان میدم کدوم وری برن. الان به این گفتم بره این ور، اما دیگه حالا با خودشه که چجوری بره. فقط من این فرمان رو در واقع به راننده ماشین یا اگر بدون راننده است به کامپیوترش رسوندم که باید بره اونجا لازمش دارم. طرح‌های آزمایشی دیگه‌ای که روی این سیستمن چیزایی‌اند مثل هماهنگ کردن نیروهای آتش‌نشانی یا مقابله با یک حمله شیمیایی. نکته اینه که حتی اگر اتفاقات جایی باشه که تصاویر دوربین‌های مداربسته رو داشته باشین، ممکنه نتونید همه زوایا رو ببینید.
اما اینجا پهپادهایی که در محلن میتونن اون دور بر بچرخن و یه نمای سه‌بعدی از محل رو پیکسل به پیکسل تشکیل بدن. مثل تصویر این اتومبیل مشکوک در شهر که برای مرکز کنترل ارسال شده. این فناوری برای داخل هواپیماها و زیردریایی‌ها هم به کار رفته. اینجا یک کابین خلبان مجازی رو می‌بینید. و این یعنی میشه کنترلرها و نمایشگرها رو مدام با فناوری روز آپدیت کرد بدون اینکه لازم باشه میلیون‌ها دلار خرج ساخت یه هواپیمای جدید بکنن. خب همه چیز اطراف محل همایشمون مرتبه. پهپاد مشکوک رو پایین آوردیم و معترضین رو هم آروم کردیم. دیگه وقتشه از دنیای مجازی برگردیم به واقعیت تا قطار به سمت لندن رو از دست ندادیم. سلام بروس، صدای منو میشنوی؟ من جنم. Hi Jen, I hear you loud and clear. این به نظر یه مکالمه عادی از طریق رادیوی بی سیم میاد، ولی در حقیقت کل ارتباط داره از طریق پهپاد انجام میگیره. در این نقطه دور افتاده و یا در یه منطقه فاجعه زده که ارتباطات قطع شده، این پهپاد افزار بسته سای فای ورکس رو میشه به هوا فرستاد تا برای ارتباط با نیروهای امدادی ازش استفاده کرد. اون به روتر وایرلس و دوربین مجهزه و جای این کامیون‌های بزرگ رو میگیره. این پهپاد بخشی از پروژه تحت عنوان فیوچر پلیسینگ در دفتر مرکزی موتورولا سولوشنز واقع در شیکاگو. در این پروژه چالش اینه که چطوری حجم عظیمی از دیتا رو از طریق شبکه پهن باند رد و بدل کنن. به من اینجا کانسپت یا ایده اولیه‌ای از یه افسر پلیس در آینده رو نشون دادن. کمربند این افسر هوشمنده و مجهز به بلوتوث که از همین طریق با عینکش در ارتباطه. اگه این افسر پلیس اسلحه بکشه، عینک به طور خودکار از اون اتفاق یه عکس میگیره. وقتی که اسلحه کشیدین، یه آیکون روی دیتا پورتال هوشمند ما ظاهر میشه. میتونین روش کلیک کنین و اطلاعات بیشتری به دست بیارین و چیزایی که به دست میاد محل اون افسره و عکسی که گرفته و شناسایی وسیله نقلیش و طول و عرض جغرافیاییش و اینکه تو چه جهتی در حرکته. اون اطلاعات رو میشه قرار داد روی داده‌های بیومتریکی که ازش گرفتین، مثل ضربان قلب. حالا اگه در حال کشیدن اسلحه ضربان قلبش رفته بالا، احتمالاً در موقعیتیه که به کمک احتیاج داره. ایده دیگه به نام بلک باکس شباهت زیادی داره به جعبه سیاه در هواپیما. سنسورها جزئیات یه حادثه رو ثبت و اطلاعاتش رو که شامل صدای ضبط شده و زمان شلیک اسلحه هست ارسال میکنن تا به این ترتیب یه سابقه مسلم از اون واقعه ایجاد بشه. قابلیت پردازش اطلاعات در حجم‌های سنگین منجر به توسعه این تکنولوژی پیش‌بینی وقایع برای پلیس شده. طوری که میتونه به افسران پلیس بگه که در طول شیفتشون کجا ممکنه جنایتی اتفاق بیفته. خب ما یه مربع 300 متری این دور رو برمی‌کشیم و همینطور که زوم می‌کنیم این شماره‌ها رو روی اون مربع‌ها می‌بینیم که اولویت‌ها رو به افسرانشون میده. پس اگه من دارم در یه محله گشت زنی می‌کنم، اول میرم سراغ شماره 1، بعد شماره 2 و بعد شماره 3. ولی اینا پیش‌بینی جنایتن. هنوز که جرمی صورت نگرفته. درسته، اینا همشون پیش‌بینی‌هایی هستند از این بابت که ما انتظار داریم در شیفت امروز کجا جرمی صورت بگیره. و این یه مزیت بزرگه. ما نمیگیم درست چه جرمی در این 24 ساعت انجام خواهد شد. ما داریم میگیم امروز در این محل ممکنه احتمالاً این جرم صورت بگیره. و این بر اساس چیه؟ این بر اساس رویدادهای چند سال اخیره. ما معمولاً دوست داریم سابقه 5 ساله جرائم، محل ارتکاب، نوع جرم و تاریخ و زمان وقوعشون رو بگیریم و در کنار هم بذاریم. این ابزار چقدر موثر بوده؟ وقتی که اولین رو به کار انداختن دیدن که 30% تا 40% در کم کردن جرائم اثر داشته. در آینده سیستم‌های بیشتری خودکار خواهند شد. مثلا در امور به شدت وقتگیری مثل نوشتن گزارش‌ها در انتهای شیفت کاری. همچنین یه دستیار کامپیوتری در دست ساخته با قابلیت تکلم به زبان طبیعی تا بتونه افسرها رو در موقع گشت زنی هدایت کنه. در هفته‌ای که گذشت اپل مجبور به حذف چندین اپ از اپ استورش در چین شد. اون اپ‌ها توسط برنامه‌سازانی درست شده بودند که از یک نرم‌افزار دستکاری شده استفاده کرده بودند و در نتیجه به یک بدافزار که هکرها رو قادر به سرقت اطلاعات کاربران می‌کرد آلوده بودند.
از قرار معلوم آدم‌ها بیشتر قربانی سلفی گرفتن میشن تا قربانی حمله کوسه. در سال 2015 تا الان 12 نفر در راه گرفتن یک عکس پورتری شخصی خودشون رو به کشتن دادن، در حالی که در همین دوره فقط 8 نفر تومه کوسه ها شدن. و این مرد اولین فرد معلولیه که بدون کمک علم روباتیک قادر به حرکت شده. او تونسته به کمک مغزش از طریق تعدادی الکترود پاهاش رو مستقیماً کنترل کنه. فیسبوک اعلام کرده که داره ویدیوی 360 درجه رو وارد تایملاینش میکنه تا تجربه واقعی تری رو در اختیار کاربرانش بگذاره. چندین تولید کننده محصولات رسانه‌ای قراره با فیسبوک در این زمینه همکاری کنن. به عنوان مثال قراره یه نسخه 360 درجه از آخرین فیلم جنگ ستارگان به طور اختصاصی در فیسبوک پخش شه. و دست آخر، آیا تا حالا فکر کردین که با موهاتون تکست یا پیامک بفرستین؟ این موهای مصنوعی باهوش تشریف دارن، چون لمس شدن رو تشخیص میدن و با استفاده از الگوریتم‌هایی که قدرت یادگیری دارن میتونن به نیات یک کاربر پی ببرن. یکی از مشکلات در اورژانس بیمارستان اینه که به سرعت بتونن سوابق پزشکی فرد رو پیدا کنن. در هر سال حدوداً 100 هزار نفر در آمریکا به دلیل این مشکل جونشون رو از دست میدن. مای ام دی بند تلفیقی از یک کیو آر کد لیزری روی صفحه فلزی با یک بند سیلیکونی. هیچ نیازی به مراقبت شارژ کردن هم نداره. میتونید ببندید به دست مثلا مادر بزرگتون رو کلن ولش کنید به حال خودش. یه دستبند آنلاینی که میتونه دسترسی فوری به پرونده پزشکی فرد رو در هر جای دنیا که باشه فراهم کنه. فقط یه گوشی دوربین دار لازمه. و اگه پرونده پزشکی یه جای دیگه دنیا و به زبان خارجی باشه، سیستم فوراً اون رو به زبان محلی که بیمار توشه ترجمه میکنه. ایده ای اصلی اینه که هر کسی بتونه این دستبند رو دستش کنه، به خصوص کسایی که تحت درمان هستن یا حساسیت‌های شدیدی دارن و در حال سفرن. تنها چالش باقی مونده برای سازنده ها اینه که بتونن از شرکت کوچیکشون دستگاه رو بیرون بیارن و وارد بازار کل دنیا کنن. این موقع سال در بیشتر نقاط دنیا مصادف هست با فصل شروع مدارس، فصلی که برای ما یادآور خرید نوشت‌افزار و خودکار و مداد و کاغذ و دفتر اینجور چیزاست. اما اون دوره دیگه گذشت. الان ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی چیزهای دیگه هم هستند. توجه توجه دانش آموزا و دانشجوها، فصل درس و کلاس داره فرا میرسه. من خودم تا 2 سال پیش دانشجو بودم و سالها تدریس میکردم، بنابراین با سختی های درس خوندن کاملا آشنایی دارم. به همین دلیل چند تا وبسایت اپلیکیشن خوب کمک درسی براتون پیدا کردم. تجربه من نشون داده یکی از مهمترین عوامل موفقیت توی درس خوندن برنامه‌ریزی درسته. با My Study Life میتونید برای انجام تکالیف و مرور درساتون برنامه‌ریزی کنید، تاریخ کلاس‌ها و امتحانات رو توش وارد کنید و حتی برای خودتون پوش نوتیفیکیشن و الارم تنظیم کنید. به اضافه این که اپلیکیشن موبایلم داره و اینطوری دیگه میتونید به همه اطلاعات وارد شده از توی گوشیتون از هر جا دسترسی داشته باشید و هیچ چیز مهمی رو از دست ندید. چه دانش آموز و دانشجو باشید و چه استاد، برای دسترسی به یک گلچین بزرگ از منابع آموزشی و آکادمیک میتونید به آیتونز یو رجوع کنید. این منابع آموزشی از مراکز مختلف در اطراف دنیا اینجا جمع شدن. اپلیکیشن های آیپد و آیفون هم داره، بنابراین استادا میتونن دستگاهشون رو با خودشون ببرن سر کلاس و از این منابع برای تدریس استفاده کنن. در ضمن بیشتر از 10,000 دوره آموزشی برای همه سطوح داره و دانشجوها میتونن پادکست ها، ویدیوها و مقاله ها رو مجانی دانلود کنن. تعداد منابع فارسیش خیلی محدوده، ولی اگر بخواید یه سری منبع در مورد ادبیات فارسی و شعر فارسی توش موجوده. مثلا یکی در مورد تعزیه است. در واقع شکل تعزیه، ولی اصلا فرم اجرا و ارتباطی که بازیگرها با تماشاگر دارن براشون خیلی جالب بوده. و اپلیکیشن مورد علاقه من رفمی، کار خیلی سخت و وقتگیر و کسالت آور مرجع نوشتن برای تزهای دانشگاهی رو واقعا راحت میکنه. یه اسکنر داره که بارکد کتابا رو اسکن میکنه، خیلی هم سریع کار میکنه. و
به همین راحتی و تمام جزئیات مربوط به مرجع کتاب رو براتون توی اپلیکیشن ثبت میکنه. من وقتی اینو پیدا کردم داشتم فکر میکردم اون موقعی که داشتم تز 300 صفحه دانشگاهمو مینوشتم کاش همچین اپلیکیشنی رو میشناختم. با کتابای فارسی هم کار میکنه، ولی اگر با کتابی کار نکرد میتونید خودتون دستی اطلاعات مربوط به کتاب رو توش وارد کنید. و اگر وقت کلاس رفتن رو ندارید و دلتون میخواد آموزش از راه دور داشته باشید، وبسایت درسنامه بیشتر از 70 دوره آموزشی آنلاین ارائه میده که برای همه قابل استفاده و مجانی هستن. اپلیکیشن های آیفون و اندروید هم داره و میتونید به همه درس های دانلود شده آفلاین دسترسی داشته باشید. و وبسایت تخت سفید یه آرشیو از ویدیوهای آموزشی فارسی و انگلیسی در موضوعات مختلف ارائه میده. امیدوارم مجموعه این اپلیکیشن ها و وبسایت ها بتونن توی درساتون بهتون کمک کنن. حالا یک پرسش. اگر هنرمندی تلاش کنه که آلودگی رو از آسمون‌های آلوده که داریم با مکش جذب کنه، نتیجه‌اش چی میشه؟ پاسخش اینه که تبدیل به یک چیز خیلی زیبا میشه. در جایی به نام برج اسماک فری یا بدون محدود، این برج طراحی شده تا هوای اطرافش رو پاک کنه. مخترعش دان روزگارد ادعا میکنه که این برج بزرگترین یونیزه کننده و تصفیه گر هواست و حالا درش رو درست پیش از رونماییش در هلند به روی کلیک باز کرده. مشاهده آلودگی هوای پکن الهام بخش این پروژه بوده. این برج کارکردی دو منظوره داره. اول اینه که میشه باهاش در یک محل خاص هوایی داشت که 75% پاکیزه تر از نقاط دیگه یه شهر باشه. پس واسه پارک‌ها و محل بازی بچه‌ها خوبه تا موقعی که تو شهرهای مثل پکن یا ووهان شدت محدود به وضعیت هشدارآمیز میرسه، کماکان بتونن بیرون بازی کنن. واضحه که اون نمیتونه هوای کل شهر رو تصفیه کنه و این در جهان امروز موزلیه که راهکار ساده‌ای نداره. اما کارکرد دومش میتونه در جهت آگاهی بخشی باشه، طوری که شرکت‌ها و شهروندان مسئول رو به صرافت بندازه تا با همکاری هم ببینن چه کارهایی لازم انجام بدن تا برسن به یک شهر بدون محدود. این برج هوای آلوده رو از بالاش میمکه و پس از تصفیه اون رو از شکاف‌های دو طرفش به بیرون میده. اما چه میزان دود رو میتونه بمکه؟ میتونین باهاش محدوده 40 تا 50 متری تشکیل بدین. بنابراین با توجه به نسبتاً کوتاه بودن برج و حجم ورودیش، خروجی گسترده ای ازش میگیرین و معتقدم این یه شروع و گامی مهم به سمت یک آینده پاکیزه است. ورودیش فقط 1700 واته و دان میگه 30000 متر مکعب هوا رو در ساعت تصفیه میکنه. این غبار گردآوری شده از ورقهای بارداره که حتی این هم هدر نمیره، بلکه بخشی از راهبرد سرمایه گذاری جمعی دانه. در حال حاضر به مدت 30 دقیقه فشاردهش میکنیم و این جواهر بدون محدود رو باهاش میسازیم. فناوری و چالش‌های محیطی اطراف زمینه کاری آشنایی برای دان به حساب میاد. این سیل مجازی با این هدف ایجاد شده که نشون بده چگونه سطح آب میتونه بدون دخالت انسان بالا بیاد. آخرین کارش ممکنه پاکسازی شهری نزدیک به شما باشه. پکن، پاریس، لس آنجلس یا شاید هم روزی تهران بتونه میزبان آینده چنین پروژه‌ای بشه. هر ایده خوبی باید از یک جای شروع به کار کنه. خیلی از استارتاپ‌های موفقی که از سیلیکون ولی بیرون اومدن، محل شروع کارشون کافه‌ای بوده به نام کوپا در پالو آلتو. اونم علتش اینه که خیلی از مشتریان این کافه آدمای خوره فناوری و اهل سرمایه‌گذاری و کار روی ایده‌های نو هستند. برای اینکه حال هوای این کافی شاپ به دستمون بیاد، یه سری به اونجا زدیم. در قلب حباب سیلیکون ولی، کافه پر جنب و جوش کوپا برشی است از دنیای واقعی که نیاز زیادی بهش احساس میشه. اینجا پاتوق کارآفرینان و سرمایه گذارانه. همچنین مردم عادی صاحب ایده هم که علاقه من به مطرح کردن ایده هاشونن اینجا زیاد سر میزنن. اونا علاقه مندن که ایده هاشون رو چندین بار امتحان کنن و از جنبه های استارتاپی دستی تو کار داشته باشن. ما احساس میکنیم که نقش ما در سیلیکون ولی برای یک کافی شاپ بودن اینه. موضع ما با ذهنیت باز اینه که بله، شما میتونین استارتاپتون رو از همینجا راه بندازین، البته به شرطی که فعالیتش در زمینه هتلداری، رستورانداری و اینجور کارا باشه.
یکی از ایده هایی که در همین لحظه داره در کافه امتحان میشه چیزی به نام دنسیتی که این سنسور کوچیکه نزدیک به چارچوب در. این یه شمارشگر در اینفراردی که تعداد ورود و خروج افراد رو در لحظه شمارش میکنه و به وسیله اون ما میتونیم بدون اینکه هویت افراد رو تشخیص بدیم متوجه شیم این مکان تا چه حد شلوغه و با انتقال این داده ها به یک API افراد میتونن بر اساسش اپلیکیشن درست کنن. دنسیتی طبعا متصل به اینترنت و توسط اون افراد میتونن رو گوشیشون پیغام بگیرن که به فرض چه موقعی کافه کمی خلوت تره. همچنین در این کافه چیز دیگه‌ای وجود داره به نام تی بات، وسیله‌ای که ظرف 30 ثانیه تلفیقی از انواع چای رو به انتخاب شما براتون درست می‌کنه. جان پل خودش هم تبدیل شده به مشاور استارتاپ‌ها. ولی آیا همه ایده‌هایی که در این کافه امتحان شدن موفق بودن؟ یادم میاد یه بار یه استارتاپ اومد رو دستگاه کارتخونمون یه نرم افزار نصب کرد که در نهایت باعث شد سیستم داخلمون کرش کنه. به همین خاطر منم آنینستالش کردم و گفتم برین یه جای دیگه امتحانش کنین. اما علاقمندی اصلی و همیشگی جان پل غذای خوب و قهوه ونزوئلاییه و به همین خاطر آخر هفته ها وای فای کافه خاموشه. خب اینم از کافه کوپا و دست آخر میریم سراغ چیزی که پیش از این هم در کلیک نشونتون دادیم و اون آواتارهایی هستند که حرکات صورت شما رو به صورت ریل تایم کپی میکنن. این فناوری که مدت هاست توسط استودیوهای بزرگ فیلمسازی استفاده میشه اونقدر ارزون شده که میتونه انقلاب تازه‌ای رو در صنعت گیمینگ و انیمیشن رقم بزنه. من مایک باتلر هستم و خوش اومدید به رادیوس موشن کپچر. این یه موشن کپچر صورتی که توسط یه دوربین تشخیص عمق یا دپت سنسینگ و یه دوربین لیزری و RGB تهیه شده که همشون داخل این دستگاه قرار گرفتن. اون چه که داریم رو صفحه میبینیم ترجمه و برداشتی از چهره من. سمت راست اسکن عمق چهرم رو داریم و سمت چپ هم نشون میده که سیستم از مدل صورت من چه تفسیر و برداشتی داره. واضحه که دقیقا شبیه نیست ولی در اصل همون توپولوژی رو داره. به محض اینکه از این حالت ترینینگ مود بیرون بیاین میتونین یه راست برین سراغ کپچر کردن و حرکت دادن به یه آواتار و این واقعا خیلی چیز باحالیه، به این خاطر که نه فقط حرکات لب و دهن بلکه حرکات چشم و جهت نگاهش رو هم ترک و ردگیری میکنه. این کار به طور کامل بدون مارک گذاری انجام میشه. من هیچ نقطه گذاری روی صورتم ندارم و این سیستم قادره که بدون اونا با دقت 30 فریم در ثانیه کپچر کنه. این یک کاراکتر خاصیه که من اینجا آوردمش. منتها میشه این حرکات اون رو منتقل کرد به یک کاراکتر دیگه. لود شدن کاراکتر جدید فقط یه ثانیه طول میکشه. همین نشون میده که شما چقدر سریع میتونین از یه استیل خاص کاراکتر بریم به یکی دیگه. این تشکیلات تونسته پروسه ساخت انیمیشن و جانبخشی به کاراکتر شتاب بده، فرایندی که انجامش به صورت دستی میتونه خیلی سخت و طاقت فرسا باشه. من الان میتونم یه انیمیشن 2 دقیقه از صورت رو در عرض 2 دقیقه تهیه کنم که تأثیر بسیار بزرگی بر فرایند تولیدمون میذاره. به پایان یکی دیگه برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو روی نشونی همیشگی برنامه ما در وبسایت BBC دنبال کنید. نشونیش هست bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید، نظر و پیشنهاد بدید در طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسی @persianclick و همینطور از طریق صفحه فیسبوک ما که نشونیش هست facebook.com/persianclick. ممنون از همراهی شما تا برنامه بعد و موضوعات جدید. بدرود و خدا نگهدار.